تصاویر جدید از 4 جهت کاوشگر پیشگام گرفته شده. تصویر اولیه لحظه پرتاب کاوشگر از زمین را نشان می‌دهد. در واقع خروجی گازهای موتور هست. بعد از پرتاب زمان جدا شدن موتور کاوشگر فرا میرسد. این موتور الان جا خاموش شد دیگه. این موتور هست که دور از کاوشگر ماست. اما مهمترین قسمت این تصاویر همان تصاویر داخل کپسول زیستی موجود زنده است. کاملا سرحال هست و نشسته در جایگاه خودش و با یک قالبی ما سرش رو نگه داشتیم. محققان فضایی کشورمان طور این کپسول را طراحی کردند که تا 10 ساعت داخل کپسول اکسیژن موجود است. در آینده بخوایم انسان بفرستیم، در واقع به همین نفع هستیم، درسته؟ بله، باید انسان به صورت درازکش طوری که کمرش عمود بر جهت پرواز باشه و پاش رو یه مدار میاره بالا و خم میکنه و در درون فضاپیما قرار میگیره. جالبه این تصاویر آنقدر دقیق است که حتی ضربان قلب میمون را با توجه به فشار جو محاسبه و نشان میدهد. بله، بین 90 تا 100 ضربان در واقع در این مراحل پروازی ما میبینیم، 96 تا در بعضی از زمانها. لحظه بازگشت موجود زنده به زمین فرا میرسد. سرعت بسیار بله، چتر بعدی هم انشالله در چند ثانیه. چتر در واقع 3 یا 4 چتر است. بعد از باز شدن چترها سرعت کپسول زیستی کم و به زمین نزدیک میشود. لحظه دیگر بله. خب الان برخورد زمین. تمامی دوربین ها بر روی محفظه کپسول زیستی کار گذاشته شده. الان بیا فکر کنم باید خودشون اینجا دیده بشن، درسته؟ به تدریج دیده میشن. سنسوری که برای دماش هست بر روی گوشش رو جدا میکنن و چه شیطون شده. انشالله برام از اینکه چیه؟ ما سعی داریم که کاوشگر بعدی رو در کوتاه‌ترین مدتی که میشه با وزن بیشتر و انشالله ارتفاع بیشتر برای دسترسی قدم به قدم به بالا دیگه. بله، برای اینکه بتونیم قدم به قدم اون برنامه اعزام فضانورد رو بهش تحقق بدیم.